موهاش و مدل موهام مشکل دارم، اون توصیه رو که کلا بیخیالش شدم. الان موهام هم احساس کردم اگه اینجوری باشه، احساس کردم امروز موهام اینجوری باشه بهتره. نمیدونم چرا، اصلا بر چه منطقی همچین تصمیمایی یهو میگیرم. خیلی مرتب بود مدل موهای قبلی، ولی یه دفعه تصمیم گرفتم که اینجوری بهتره. توصیه رو هم که نمیدونم بنده خدا چه گناهی کرده بود، یه دفعه احساس کردم که اون توصیه مناسب امروز نیست. حالا روی این یه چیزی بپوشم همینجوری نرم. عاشقتم و عاشقتم، خیلی عاشقتم. به به چه آفتابی. ببین من راستش بخوای خیلی ناراحتم، به خاطر اینکه تابستون داره تموم میشه، پاییز میخواد بیاد. بس حالا پاییز خوبه ها، پاییز تولدم چون داخلشه، پاییز رو دوست دارم، ولی پاییز نزدیک زمستونه و خب زمستونه اینجا فاجعه است. خیلی هم بد اخلاق. من اینطوری بودم که ببخشید. خلاصه این بچه های خوب منم جان وایسادم که تموم شه آقای من برم شروع کنم. آخر میخورم، همین کارم که کردم که من خونه میخورم، ولی الان شکم رو اول میخورم، یه رو 20 دقیقه بعدش میرم کاردیو، چون امروز انرژیم خیلی خوب بود دیدین که، ولی یه خون نمیدونم چرا از یه جایی به بعد اصلا انگار یه این بادکنک ها که دوزن میزنم میتره که اصلا یه کلن اینجوری شدم که انرژیم اومد پایین، بد اخلاق شدم، بی حوصله شدم. بر همین اینو میخورم که انرژی داشته باشم، چون میخوام امروز 45 دقیقه حداقل بزنم، اگه بتونم بیشتر، یک ساعت حداقل لازمه امروز. We'll be right back.
خیلی وقت گذشته از اون آخرین تصویری که من دیدین. الان شبه دیگه، الان رسما ساعت 9 و نیم شبه و تو راه خونه که بودم متوجه شدم که چرا بهتون گفتم یه حالم اینا مثلا یه جوری شد و انرژی نداشتم، به خاطر اینه که سرما خوردم، به خاطر اینکه دو روز پیش مامان بابام هر دوشون سرما خوردن. خب قاعدتا من میگیرم ازشون، من جوجه، من درسته که بدن قوی دارم تو ورزش و اینا، ولی از لحاظ سرما خوردگی و اینا خیلی زود من مریض میشم. میگیرم ازشون، یعنی گرفتم، گلوم میسوخت، همچنان گلوم میسوزه. بعد دیگه اومدم خونه با بابام، رفتیم آب پرتقال طبیعی گرفتم با شربت گلو. دیگه اومدم یه دوش گرفتم در خدمت شما، حالا یه لیوان پرتقال خوردم. حالا من که الان چیزی نیست، فقط تای گلو میسوزه یکم، ولی من نگران اینم که شب بخواب خدا نکنه بسرم باشه سرم گوش شیطون کرد. خود این ماما بزرگ قدیمی از درون من بیدار شد، ببینید میترسم که بخوابم خدایی نکرده زبونم لال. زبونم لال چیه و چه شلوغ کردم آقا. میترسم بخوابم صبح که پاشم بدتر شده باشم، یعنی اصلا دلم نمیخواد بیحالی مریضی وارد من بشه. فردا چون نگاه کنم الان میگن این چه دلش خوشه به چی ها فکر میکنه. ببین در حالت کلی که زندگی دیگه سرمخوردگی داره، اشکال نداره، ولی امیدوارم بیحال نشم فردا وقتی خواب بیدار میشم، چون میخوام فردا یه تمرین خوب داشته. آخه میدونی لگده قبلیم، بایست بزن قشنگ منتون توضیح بدم، لگده قبلیم نتونستم خوب تمرین بکنم اونجوری که میخوام. بعد بر همین با خودم گفتم اون قصد اشکال نداره، لگده بعدید که قرار فردا باشه جبران میکنی. بعد من الان اگه مریض شدم صبح بیدارشم ببینم حالم اینا بد، انرژی ندارم، جبران که میکنم به هر حال. یعنی من در حال مرگم باشم فردا باید تمرینمو نابود کنم، یعنی بعد انقدر تمرینم خوب باشه بعد فهمیدیم چی میخوام بگم. ولی خب اذیت میشم دیگه اگه جون نداشته باشم، پدرم در میاد رسما. از دستم برمی اومد انجام بدم برای اینکه پیشگیری بکنم از مریض شدن و کردم. قرص خوردم، دوبار شربت خوردم، دوبار پرتقال خوردم، غذا هم سعی کردم خیلی درست حسابی بخورم که بدنم یه وقت کم نیاره. دیگه بقیهش امیدم به خداست، ایشالله که چیزی نمیشه دیگه، ایشالله که پر قدرت بیدار میشم و خواب صبح. آره حالا فوقش مریضم شدم دیگه، مریض که شدم گلوم میسوزه میدونم. امیدوارم که سرماخوردگیش فقط در حد همین باشه که گلوم فقط درد بکنه. دونم دیگه کاری از دستم فیرم برنیم. الان ساعت 10:30 و من برم آماده خوابشم بخوابم. خونه منو نکن بلش کن، دارم باز میرم رو مود قرزدن. برم آماده خوابشم بخوابم تا ویدیو بعدی.